دست برد در قانون مبارزه با فساد اداری واکنش نهادهای مدنی و حقوقی را برانگیخته است. اخیراً شمار از نهادهای مدنی و حقوقی در یک نشست خبری تنفیذ قانون مبارزه با فساد اداری را خلاف میثاق‌های بین المللی مبارزه با فساد اداری و روحیه ایجاد نهادهای مستقل در نظام حقوقی افغانستان دانستند. در دیدگاه کنونی به بحث می‌گیریم که موارد تحریف شده در قانون مبارزه با فساد اداری چیست؟ تحریف برخی از ماده های این قانون چی مشکل را در عملی ساختن این قانون خواهد داشت؟ و در نهایت هدف از تحریف قانون مبارزه با فساد اداری چی بوده است؟ بیننده های عزیز سلام، به برنامه دیدگاه خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان عبدالمجید غنیزاده رئیس تقنین وزارت عدلیه، آقای فضل ربی پژواک عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان، آقای ناصر تیموری مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت و تا لحظات بعد آقای محمد عبدو عضو مجلس نمایندگان نیز با ما خواهند پیوست. مهمانان گرامی به بس بسیار زیاد خوش آمدین. آقای تیموری، بحث با شما آغاز میکنیم. حداقل هفته گذشته فکر کنم نشست خبری هم داشتین مجموعه از نهادهای مدنی و حقوقی. یعنی ملاحظاتی که شما روی قانون مبارزه با فساد اداری دارین مشخصا چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و بیننده های عزیز جناب غنی‌زاده صاحب پژواک صاحب. قانون مبارزه علیه فساد اداری، ما من حیث دیدبان شفافیت افغانستان 3 سال از روی ازی دخیل هستیم با رهبری و کاری که در وزارت عدلیه افغانستان انجام میشه و تقریبا با همه این مواد ازی قانون در یک کمیته تکنیکی که در وزارت عدلیه بود با اینا کار میکردیم. مهمترین مسائلی که در اون جگا مد نظر بود این بود که ما یک نهاد ایجاد بکنیم در زمینه مبارزه علیه فساد اداری که اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، نهادهای غیر مؤثر و موازی که ایجاد شده بود. دومی است که نهاد ایجاد بکنیم که بر مبنای میثاق بین المللی مبارزه با فساد اداری که افغانستان هم عضو از این میثاق است بر اساس از این باشه. این قانون در طی 3 سال گذشته حداقل 3 مرتبه این تکمیل شد و روان شد به ریاست جمهوری و ریاست جمهوری را رد کردن بنا به ملاحظات اکثرا سیاسی که خودشان داشتن. اما در 14 سنبله سال جاری کابینه جمهوری اسلامی افغانستان این قانون را تایید کردند و این قانون را طوری تایید کردند که توسط همین کمیته تکنیکی و متخصصین مبارزه با فسادی که وجود داشت این را بر اساس همین تایید کردند. اما روز چهارشنبه گذشته این قانون در جریده رسمی نشر شد و وقتی که ما سند نشر شده را دیدیم با آنچه که کابینه تایید کرده بود کاملا متفاوت هست. اگر مشخصتر اشاره بکنین کدام ماده ها است و محتویاتشون چی است؟ ما مشخصا یکی ماده 9 هست، یکی هم ماده 14 هست که در این قانون که تقریبا محتوا و اساس و چوکات همین قانون را در بر میگیره. یعنی با تغییر عظیمی مواد تقریبا همه قانون تغییر کرده و او بحث کمیته گزینش هست که کمیشنرهای کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را میسازه. کمیته گزینش 13 نفر بود در قانونی که از طرف کابینه تایید شده بود، اما در قانونی که نشر شده فقط به 3 نفر تقلیل یافته. 5 نفر نهادهای غیر دولتی که بودن کاملا حذف شدن و 5 نفر از نهادهای حکومتی حذف شدن. فقط 3 نهاد حکومتی که نسبتا با رهبری سیاسی فعلی رابطه خوبی دارن اینا در قانون آمدن. از سوی دیگه در قانون ماده 14 آمده بود که رئیس جمهور حق صلاحیت و برطرف کردن این افراد را نداره. اینا میتونن در همون مدتی که برشان تعیین شده اینا کار بکنن. اما در قانون یک ماده اضافه شده و به رئیس جمهور صلاحیت تعیین، انتخاب و استخدام از این افراد را به نحو باز کرده که اینا رو بتونه است که نهاد دیدبان شفافیت نگران است که استقلالیت کمیسیونی که قرار است شکل بگیره زیر سوال است. دقیقاً، چون میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری برای ما میگه که رهبری سیاسی نباید در تعیین کمیشنرهای مبارزه با فساد مستقیم دخیل باشه و رهبری سیاسی صلاحیت برطرف کردنشان نداشته باشه. بسیار واضح هست و شما این را که تحریف کردن هم میثاق بین المللی مبارزه با فساد که ما به اون تعهد داریم نقض شده و در این حال این هست که بعد از تایید کابینه این تغییرات در قانون آمده. تشکر. آقای پژواک، مشخصا از منظر حقوقی هرگاه ما ببینیم کسایی که این قانون را تحریف کردن و یا هم دستکاری کردن، دیدگاهتون چی است در موردش؟ به نام خدا و درود بر روان محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما. علیکم السلام. مهمانان گرانقدر و بینندگان عزیز.
به ارتباط قانون مبارزه با ارتشا و فساد اداری، کالا قانون مبارزه با فساد اداری، اگر یک کمی مکس کنیم بر گذشته هایی، چون ما هم در زمانی که کمیسیون ابتدایی ازی تشکیل شد ما هم یکی از کسایی بودیم که در روی کار میکردیم کمیسیون مبارزه با فساد اداری. کمیسیون ابتدایی که در سال 1383 قانون ازی تصویب شد و اداره عالی مبارزه با فساد اداری که بعدا در سال 89 قانون ازی تصویب شد و حالا که در سال 1397 قانون جدید تصویب شده، اگر یک مقایسه و نگرش بر شکل تطبیقی با اینا داشته باشه میست که ابتدا امی کمیسون ساختار تشکیلاتی ازی و قانونی که برازو جور شده بود بیشتر وظیفه کشفی را داشت، یعنی بیشتر نهادها و ارگانهایی که مثل ریاست مراقبت در لوی سارانوالی، ریاست همچنان مراقبت در استر محکمه که اونا بیشتر مثلا گرفتاری ها میکنن در مرحله کشفی، بعدش کسایی که مظنون هستن اصلا مدارک لازم بر علیه اینا ترتیب یافت به سارانوالی مربوط روان میکنن. این قانون که دیده میشه اینا از مرحله کشف و از اون مرحله قبلی خود برآمد، یعنی با اون تجربه با اون نام با حفظ اون نامش که اون کمیسیون است، کمیسیون ابتدایی، ولی این کمیسیون با اون متفاوت است. یعنی به هدف اصلاحات این قانون روی دست گرفته شد. ما فکر میکنیم که دغدغه اصلی حکومت برای ایجاد همین کمیسیون و برای تدوین همین قانون همین بوده که مشکلاتی که در فرارای حکومت قرار داشته، اولویت کاری که برای حکومت از جانب همکارای بین المللی برای حکومت افغانستان داده شده همین بود که باید مبارزه با فساد در اولویت کاری خود قرار بده. غصب املاک دولتی عمومی به شکل بسیار فجیع، چپاول و سرقت های مالی پروژه ها، بانک ها و همچنان شرکت های خصوصی و همچنان چپاول و حیف و میل و سرقت بودجه دولتی، اینا چیزهایی بود که برحال شد توسط زورمندا و اشخاص با نفوذ انجام شد. ولی ما در گذشته ها نهادهایی که داشتیم، نهادها چندین نهاد بود، مماثل بود، کارایشان درست تفکیک تشخیص نشده بود، ولی ما به هر حال با نگرانی ها با چالش هایی که داریم به هر حال که باز بیان خود کردیم، این قانون نسبت به قوانین گذشته بهتریت داره، ولی نگرانی اتحادیه حقوقدان ها همیشه همی بوده از بابت همی که معمولا تقریبا بیش از 90 قوانینی که در افغانستان توسط رئیس جمهور توسط فرمان تقنینی صادر یافته، همیشه ما تای کنفرانس ها و تای جلساتی که داشتیم در هر جای نگاره این خود ابراز کردیم که، یعنی شما هم با دیدبان شفافیت هم نظر هستین که قانون تغییر خورده دست برد شده و یا هم تعریف شده؟ بله بله، ما با تایید ارشادات جناب عالی، بله با تغییراتی که در قانون آمده و چیزی که مهم که از همه کرم مهم تر است مسئله صدور فرمان تقنینی است. ما همیشه هم نگرانی را داشتیم که معمولا فرامینی که در افغانستان صادر میشه هیچ گونه استجالیت نداره و رئیس جمهور توسط فرمان تقنینی را صادر میکنه که ما به عنوان عضو اتحادیه حقوق دان افغانستان و خود اتحادیه حقوق دان افغانستان نگرانی خود همیشه، یعنی از نظر حقوقی فکر میکنین مشکل داره فرمان تقنینی؟ بله، باید مراحل قانونی خود طی میکرد، باید به مجلسنگ میرفت، توسط پارلمان باید تصویب میشد، بعدش به غرض تشریع آمد. خب حداقل حال هر کسی که در این قانون دستکاری کرده که کرده، بله. از نظر حقوقی حال برخورد شما چی است و نسبت به این قانون کسایی که دست برد کردن اونا، بله. واقعا محاکمه شوند، مجازات شوند و یا چی کار صورت بگیره و یا اینکه قانون تصویب شده، توشیح شده، بالاخره با همو کمیا و کاستیاش عملی شود؟ حالا این قانون به هر حال هر قسمی که مهندسی شده بود در ابتدا تیم تکنیکی که کار کرد اونا موارد نکاتی که مورد نظر اونا بود، اونا پیشنهاداتی که اونا داشتن، پیشنهاداتشون در بالا قبول نشد و در مصاحبه کابینه هم و توسط رئیس جمهور هم طوری که فرمایش داده شده بود قبل طوری که قبلا تصویب شده بود فرمایشات از بود در نظر گرفته نشد. اینجا تیم سیاسی دخالات خود دست خود باز نگاه داشته در عزل از اینا، مثلا در مداخله در امور ازی، در حالی که کمیسیون مستقل است، حکومت حق مداخله را در امور ازی نداره، اعضایی که برای ازینا تعیین شده به هر حال چیزایی وجود داره که باز در ادامه برنامه.
خب آقای غنی‌زاده، اون چرا که آقای تیموری اشاره کردن، اونا نگرانیشان این است که در ماده نهم و ماده چهاردهم دستبرد صورت گرفته و مواردی که در اصل قانون است فعلا در قانونی که در جریده رسمی چاپ شده وجود نداره. یعنی واکنش وزارت عدلیه در برابر این نگرانی ها چی است؟ واقعا تعریف صورت گرفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به میهمانان عزیز و بینندگان برنامه شما، قسمی که جناب تیمیروسی فرمودن، طرح قانون مبارزه با فساد اداری از 3 سال قبل مسودهش آماده شد و مراحل مختلف طی کرد و جناب تیموری صاحب و همکارانشان از بخش جامعه مدنی در مسوده ابتدایی طرح بودند. زمانی که طرح قانون به کمیته قوانین راه شد، هم یک سلسله اصلاحات دوگ آمد، بعد به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، وقتی که طرح ارائه شد کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد بحث قرار گرفت، اعضای کابینه نظریات پیشنهادات خود ارائه کردند، با نظر داشت او در مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان آمده که وزارت عدلیه موظف است به منظور رفع تداخل وظیفه‌ای بین ادارات دولتی و هماهنگی میان ادارات دولتی، طرح قانون مبارزه با فساد اداری را تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری مجددا بازدگری، تصحیح و نهایی سازد. بعد از جلسه کابینه، این جلسه کابینه برداشت ما این است که همان قسمی که بین هیئت اولیسی جرگه و مشران جرگه یک اختلاف به وجود نیاید، هیئت مختلط صلاحیت عام و تام پیدا میکنه که مصوبه را ترتیب کنه و قرض توشیح به رئیس جمهور ارائه کنه، دیگه ایجاب مجدد به مجلس اولیسی جرگه یا مشران جرگه را نمیکنه. این کمیته که یا وظیفه داد کابینه جمهوری اسلامی افغانستان که تحت نظر معاون صاحب دوم مجددا طرح قانون ارائه شد و یک سلسله اصلاحات خواهی نخواهی در طرح قانون میآید با نظر داشت نظریات پیشنهادات. یعنی در ماده نهم که اینا نگرانی دارن، فکر میکنن از طرف معاون دوم ریاست جمهوری درمو بخش اصلاحیش ایجاد شدن؟ میآیم خدمت شما. ما طرح قانون پیشتر تیموری صاحب فرمودن که کمیته گزینش به منظور تعیین اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری 13 عضو، به ترکیب 13 عضو، زمانی که به کمیته قوانین رفت این به 9 عضو تعدیل شد. بعد از کمیته قوانین ما رو به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کردیم، در اونجا مورد بحث قرار گرفتن. جلساتی که داشتیم به اساس هدایت یک سلسله اصلاحات آمد، اعضای کمیته گزینش تعدیل شد و اما قسمی که در ماده 14 گفتن یا 13 احکام پیش بینی شده بود که عضو کمیسیون هیچ شخص نمیتونه که عضو کمیسیون از وظیفش سلب صلاحیت کنه یا منفصل بسازه. در اوجا آمد مگر ای که عضو کمیسیون به یک وظیفه دیگره استخدام شده باشه، تعیین شده باشه یا مقرر شده باشه، در صورت نمیتونه عضو کمیسیون در 2 جای کار کنه، هم به حیث عضو کمیسیون هم در یک مرجع دیگر که مقرر میشه یا میره استخدام میشه، در این صورت نمیتونه که 2 بخش کار کنه. به او خاطر خوب حداقل در همین قانونی که نهایی هم شده آقای غنی‌زاده، حداقل افرادی که به عنوان عضو گماشته شدن اینا هم وظیفه دیگه دارن، به طور مثال رئیس کمیسیون اصلاحات اداری است، رئیس استر محکمه است. این کمیته گزینش است. بله، کمیته گزینش متفاوت از اعضای کمیسیون است. تشویش تیموری صاحب در قسمت اعضای کمیسیون بود که این اعضای کمیسیون صلاحیت پیدا کرد رئیس جمهور که میتونه اینا را از وظیفه منفصل بسازه. نه، این صلاحیت نیست. ما میگیم که هیچ شخص نمیتونه عضو کمیسیون از وظیفش منفصل بسازه، مگر ای که شخصا میره به یک وظیفه دیگه استخدام میشه یا تعیین میشه، در این صورت دیگه ناگزیر به او خاطر از وظیفه با نظر داشت شرایط حالات انفصال به عوضش با دیگه شخص دیگه مقرر میشه، در صورتی که وظیفه دومی را بگیره. و یک سلسله اصلاحات نظریات دیگه که خود انستیتوت امور قانونگذاری بنا بر ضیقی وقت که من امروی تیموری صاحب قبلا هم صحبت کردم، در ماده 5 قانون طرحی که جناب تیموری صاحب و جامعه مدنی کار کرده بود 18 مورد فساد اداری دانسته بودند. ما این را مختصر ساختیم
جرایم فساد اداری که در کد جزا پیش بینی شده بود، گفتیم که مطابق فصل 5، 6، 7، 9، 10، 12 باب چندم کد جزا، این جرایم فساد اداری است. از این موارد مشخص ذکر که شده بود خوره هم اصلاح کردیم. یک سلسله اصلاحات دیگه که ما در جلسات بحثایی که صورت گرفت یا با نظر داشته قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، قانون گمرکات، یک سلسله امتیازات که از شخصی که از قاچاق مواد مخدر یا کارمندان مرکز عدلی و قضایی اینا جلوگیری میکردن، یک سلسله امتیازات به اونا در نظر گرفته. ما هم به خاطر تشویق و جلوگیری از فساد اداری و تشویق کارمندان بخش عدلی و قضایی ما، یک سلسله احکام دیگر هنوز هم تحت نظر معاون صاحب دوم ایجاد کردیم که اینی اصلاحات شامل شد اینی مواد. قبلا طرح قانون به داخل 37 ماده بود، حالا فکر میکنم به داخل 40 ماده تنظیم شده و از طرف رئیس جمهور توشیح شده. یعنی این همه مواردی که تغییر خورده که باورش نهادهای مدنی و حقوقی دستبرد یا تحریف گفته میشن، یعنی هدفش اصلاحات در قانون بوده. هدف از اصلاحات در قانون بوده و بعد از تصویب کابینه هر مرجع صلاحیت تعدیل ایجاد. ما که کمیته قوانین میگیم طرح قانون ارائه میکنیم، کمیته قوانین هم صلاحیت داره که یک سلسله نظریات پیشنهادات اصلاحی ارائه کنه. به همین ترتیب زمانی که طرح قانون به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه میشه، کابینه هم من حیث بخش حکومت صلاحیت داره که طرح قانون زمانی که فرمان تقنینی نباشه تایید کنه، غرض تصویب به شورای محترم ملی ارائه کنه. صلاحیت داره که اصلاحات داره. تشکر. آقای عبدو، حداقل اقداماتی که از طرف حکومت افغانستان در بخش قانون مبارزه با فساد اداری انجام شده که نگرانی های را در حال حاضر به بار آورده، مثل تعدادی از نهادهای مدنی و حقوقی آمدند و اول خو همین فرمان تقنینی که رئیس جمهور صادر کرده در بخش قانون مبارزه با فساد اداری ایره به نقد میگیرن و مورد دوم هم میگن که ماده 9 و ماده 14 دستبرد شده و مواردی هم تغییر کرده که آقای غنی‌زاده گفتن به هدف اصلاحات در قانون بوده. واکنش پارلمان افغانستان در همین قسمت چی است؟ چون قانون بوده که مراحل قانونی خود پیک موده و تای کرده بود. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و دوستان در بحث و بینندگان برنامه عرض سلام و ادب دارم. بر روی تابناک شهدا درود میفرستیم و برای قوت های امنیتی و دفاعی افغانستان آرزوی موفقیت در میدان های دفاع از وطن و ملت افغانستان داریم. ما میخواییم دو سه نکته رو روشنتر بگیم. اول خو یک فرمان تقنینی است، قانونی که مصوب هر دو اتاق شورا و توشیح شده رئیس جمهور باشه نیست. دوم بهتری می بود که حکومت افغانستان ایره با اونون یک طرح به پارلمان افغانستان با موجودیت پارلمان روان میکرد که ای از امون مجاری قانونی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گرفت و بعد تبدیل می شد به قانون. با موجودیت پارلمان اگر این فرمان نافذ نمی شد بهتر بود، چون در واقع یک نوع نادیده گرفتن پارلمان و دور زدن پارلمان است. مطلب سوم، وقتی که علی را توسط فرمان نافذ کردن، در گذشته ما اداری مبارزه با ارتشا و فساد داشتیم و او برای خود قانون داشت که تا فرمان حکومت گذشته افغانستان او را نافذ کرده بود. اما ایجاد او اداره درست در مخالفت با ماده 134 قانون اساسی افغانستان بود. او جایگاه نداشت در دولت افغانستان، به مخاطر اصلا او اداره لغو شد. به خاطر اینکه چون در قانون اساسی افغانستان میگه صلاحیت کشف ارگانهای کشفی افغانستان وزارت داخله دارند، صلاحیت تحقیق و ترتیب دوسیه را و ترتیب اتهامنامه را لوی سرمولی افغانستان و صلاحیت صدور فیصله را محاکم افغانستان داره. پس جایگاهی نهاد دیگه وجود نداره. یعنی اگر بخشی ضرورت میشن که ایجاد شوند، این در چوکاتی سارانوالی افغانستان ایجاد شوند که سارانوالی صلاحیت داشته باشند موردی پیگیری قرار بدن.
چون در قانون اساسی افغانستان جایگاهی داریم مبارزه با ارتشا و فساد اداری معلوم نبود، به همون خاطر او لغو شد. اما نادیده نباید بگیریم که پارلمان دوره 15 افغانستان کنوانسیون مبارزه با فساد اداری را به تصویب رساند. گرچه فکر کنم که شاید در کدام بندی از همو کنوانسیون آمده که دولت ها میتونه ادارات مبارزه با فساد ایجاد بکنن، اما چون قانون اساسی افغانستان قید کرده بود صلاحیت کشف پلیس، صلاحیت تحقیق و ترتیب اتهامنامه را ساران والی و صلاحیت صدور فیصله را محکمه دارد، جایگاه برای یک کس نبود، این لغو شد. و حالا بر فعلا من فکر میکنم که ساختن این کمیسیون ها اگر کمک کنه بخش های ساران والی و کشفی را خوب است، اگر بازم دوباره یک مانی دیگری باشه برای اجراعات از اونها به نظریم که بازم کار درست نخواهد باشه. که از طرف آقای پژواک مگر میاد فخلاش شاید ممکنه باز به مرور زمان حکومت افغانستان متوجه شود که ما دستی ساران والی افغانستان یک مقدار بسته کردیم، دستی ارگان های کشفی را بسته کردیم، خب این نباید میشد، این بخش از امو یک مجرا مورد پایگرد قرار میگرفت خوب بود. ای کاش یک مقدار با تعنی و با دقت بیشتری کار انجام میدن. حالی که این فرمان نافذ شده، کمیته مبارزه با فساد ایجاد شدن که اعضای کمیته در اونجا مشخص شده کدام نیات هستن، مثل لوی ساران والی وزارت عدلیه، در حالی که وظیفه خود لوی ساران والی مبارزه با هر نوع فساد است، با هر نوع قانون شکنی است، با هر نوع تخطی است. دیگه من نمیفهم که اونجا یک وظیفه کلی داره باز یک بخشش باز بیاد، در حالی که میتونم اونجا یک مرستیالی را ایجاد میکرد. یعنی از نظر شما با اون نگرانی هایی که در بحث نهادهای موازی بود پاسخ نمیتره؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. این در واقع خود ازی باز میتونه، مثل یکی داره مبارزه با فساد خواد بود که یک انگوش ششم خواد بود، اجراعاتش معلق خواد و پرسش دیگه ای که آقای پژواک هم پیشتر اشاره کردن، وقتی حکومت قانون را میخواد تعدیل بکنه و قانون را هم میخواد عملی بکنه، اونچه که پیشتر هم شما گفتین، چرا از مجراهایی که همواره قانون به تصویب میرسه مراجعه نمیشه؟ حداقل ترویج یافته از طرف حکومت وحدت ملی بحث فرمانهای تقنینی، حداقل موارد زیاد را ما و شما داریم که رئیس جمهور با فرمان تقنینی او را روی دست گرفته. متاسفانه که حکومت ها معمولا نمیخواه یک مقدار چی شوند، به حساب مدیریت شوند که دستش زیاد باز نباشن، کارهای فراتر از قانون انجام نده. متاسفانه این رویه در کل حکومت ها هست، در افغانستان نه، که هر جای حکومتی را شما میبینین چون مسئولی اجرایی هست تلاش میکنه که قیدات از دوربرش بردارن. ای یه طبیعت و خواسته و مافی ضمیر حکومت هاست در هر جای. خب پارلمان ها هم به خاطر ایجاد میشه که یک مقدار کنترل کنه، مدیریت کنه این بخش. متاسفانه بعضی وقتا پارلمان ها قوی و قدرتمند هست، میتونه مار بکنه، بعضی وقتا که نیستن یا مثل حکومت افغانستان مشکلات خود داره. من گپ آخری اینجا است که در بخش از این که کجایش حذف کرده کجایش نکرده، او خب میشه که از صلاحیت کابینه افغانستان و رئیس جمهور افغانستان، چون فرمان تقنی در واقع محدود است در بین قوی مجری افغانستان، رئیس جمهور یک ایده را میته، یک دایره را مطرح میکنه، وزارت عدلیه انستیتوت قانونگذاریش اونا میتونه مواد خام آماده بکنه، میره به جلسه کابینه، جلسه کابینه یا خودش پاس میکنه یا صلاحیت های خود تفویض میکنه بر بخشی که پیشتر جناب آقای کمیته گفتن، به کمیته قوانین تحت ریاست معاون صاحب دوم ریاست جمهوری. طب وقتی که این صلاحیت ها تفویض شد، یعنی در واقع اینا میتونه که تعدیل بیاره، میتونه کم بکنه، میتونه زیاد کنه، یعنی کاملا امو چاقوی جراحی دست از اینا از دیگه، اینا کجا را درست تشخیص میکنه. باز خودم این میره به کابینه و به امضای رئیس جمهور میرسه و وزارت عدلیه موظف به نشر زیستن که او را نشر. تشکر. آقای تیموری، موافق هستین اصلاحاتی که در این قانون آمده به هدف اصلاح بوده بلکه به هدف دستبرد و به هدف تحریف موارد نبوده؟ من میخوام فقط بسیار کوتاه بگم که وزارت عدلیه 3 سال قانون در وزارت عدلیه بوده و هر نظری که وزارت عدلیه داشتن داخل قانون بود. یعنی بعدا برای یک هفته که 2 هفته بعد از اینکه این قانون از طرف کابینه تایید شده بود، دیگه نظر برای وزارت عدلیه نمانده بود. مسئله دومی که میخوایم بگم، بجز از جلسه کابینه در کل جلسات من خودم شخصا حضور داشتم.
در جلسات دفتر معاون صاحب دوم، در جلسات وزارت عدلیه، در همه جلساتی که در این زمینه بوده ما دخیل بودیم، حضور هم داشتیم و هر جلسه را هم میدانیم که چی شده. در یگانه جلسی هم که نبودیم کابینه بوده و مصوبه کابینه همین لحظه پیش ما هست. جناب وکیل صاحب هم گفتن کابینه بسیار مشخص ساخته که بعد از تایید کابینه چه موارد امی کمیته یا امی افراد که وزارت عدلیه هست و کمیته قوانین است چه موارد در میتونن تغییر بدن. اما آنچه که اتفاق افتاده سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای است، تعدی از صلاحیت های وظیفه‌ای است. یعنی مشخصا این موارد شما فکر میکنین از طرف ارگ ریاست جمهوری افزود شده یا از طرف وزارت عدلیه؟ اصلا من وزارت عدلیه تا جایی که من اطلاعات دارم هیچ دخالت نداشته که این قانون را به طبق میل ارگ تغییر بده. یک تیم سیاسی در ارگ اونجا هستن، ما 3 سال از روی ازی کار میکنین و اونا رو خوب صحیح هم میشناسین و میدانیم که چی کسایی هستن و نمیخواین که پرونده های بزرگ فساد بررسی بشه. خب حداقل این موارد نهاد دیدبان شفافیت چرا نمی به رسانه ها مطرح نمیکنه که حداقل مردم افغانستان با این طبقه سیاسی که در ارگ ریاست جمهوری هستن و در موارد دستبرد میزنن حداقل آشنایی داشته باشه؟ دقیقاً، ما میخوایم به همه چیز اشاره بکنم، ما هیچ چیزی برای نگفتن نداریم. خود مصوبه کابینه در این جگاه گفته که طرح قانون مبارزه با فساد اداری در پرنسیپ تایید است، وزارت عدلیه موظف است تا آن را تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری حسب ذیل تصحیح و نهایی سازد. حسب ذیل که در این جگاه 4 مورد را گفتند. ماده 18 طرح متذکره را با رعایت عدم تداخل وظیفه‌ای بین ادارات جور بکنه. دوم، مراجع دسترسی به اطلاعات را در قانون متذکره واضح سازد. سوم، در ماده 27 فقره سوم بسیار دقیق مشخص گفته را طوری ایزاد نماید که وزرا و اعضای استر محکمه در صورت ارتکاب جرایم سنگین طبق احکام قوانین مربوطه تحت تعقیب عدلی قرار بگیرند. چهارم، در فقره دوم ماده 28 جزء 3 طوری ایزاد گردد که غصب بیشتر از 10 جریب زمین جزء جرایم سنگین باشد. بسیار واضح است کابینه برای از اینا در 4 مورد وظیفه داده، اما کمیته متذکره چون یک تیم سیاسی هم در اونجا آمده بوده، امی قانون رزمی مادی اول تا مادی آخر هر جایی که دلشان خواسته و هر طوری که دلشان خواسته ایره تغییر دادن و این تعریف است و این دستبرد است و این خیانت است و این چیزی است که امی تیم سیاسی و این کسایی که میخواین یک کلن یک 3 سال یک تیم تکنیکی در وزارت عدلیه کار میکنه، کابینه تایید میکنه، اما یک 2 نفر میای میشینه میگه که ما اینا ریش کدامش قبول نداریم. تشکر. یک سوء استفاده است. تشکر آقای پژواک. از نظر حقوقی وقت قانون مورد تایید کابینه قرار میگیره، فرد و یا گروه و یا کمیته حق تغییر رو داره؟ چیزی که آقای تیبریان گفتن نگرانی است یا مواردی که اینا مشخص کردن بجا بود. هر زمانی که ما قوانینی که داشته باشیم که مراحل که در قانون تعیین شده اگر اون مراحل خود تعیین نکنه همین فاجعه بار میه. ما در ابتدا همین کود جزا را کود جزا تا فرمان تقنینی نافذ شد. در این کود جزا طوری گفته شد که بعد از 9 ماه نافذ است. شما ببینید که در قانون اساسی افغانستان موضوع استعجالیت مطرح کرده بود که یک موضوعی که خاص باشه، مستعجل باشه، در موارد خاص رئیس جمهور میتونه که تایی فرمان تقنینی بدانه، یک قانون تایی فرمان تقنینی صادر کنه. قانون زمانی که در کد اجرا شما ببینید که 9 ماه فرصت داد، در 9 ماه چه استعجالیت وجود داشت که تایی فرمان تقنینی مثلا به پارلمان روان نشد و مراحل قانونی خود تایی نکرد؟ همچنان همین قانون مبارزه با جرایم علیه خشونت و همچنان همین قانون، هر موردی را که اینا میگن نگرانیشان بجاست و هر یعنی حداقل در قسمت همین قانون مبارزه با فساد اداری، یعنی پس از اینکه موارد تایید کابینه قرار گرفت و 4 مورد هم با آنچه که آقای تیموری اشاره کردن که باید اصلاح صورت بگیره، موارد دیگه که در ماده 9 و ماده 14 اصلاحات به میان آمده از نظر حقوقی صلاحیت کمیته قوانین و آنچه که معاون ریاست جمهوری انجام داده بوده یا خیر؟ ما اون رو نمیفهم که در جلسات و کمیته از اینا چی گذاشته. ما منظورم این است که همین مواردی که اینا بیان کردن، این موارد ناشی از چی بوده که
اگر این در پارلمان روان میشد همچون موارد نمی آمد. اگر 13 نفر بود یا 9 نفر بود یا 5 نفر بود، من مشکل اصلی را می میگم که ما همیشه نگرانی های خود را گفتیم که زمانی که در قوانین خواه در کمیته تقنین باشه، خواه در مجلس کابینه باشه، خواه در شورای قانونگذاری در هر جا باشه، زمانی که تحریف تصرف در داخل مواد قانون میه و زمانی که تصویب میشه تا زمانی که تدقیق میشه و بعد از اینکه مراحل خود را طی میکنه، این مشکلات بار میه. اینا مراحل قانونی خود را طی نمیکنن، با پارلمان روان نمیکنن، این مشکلات میه. ولی زمانی که دستپور صورت بگیره، حالا کار از کار گذشته دیگه. پس راه حل چی کار صورت بگیره بالاخره؟ راه حل هم ایست که اگر کسایی که در این مورد نگران هستن، موارد مشهودی وجود داره و مواردی وجود داره که قابل اصلاح است، باید دوباره از طریق یعنی فکر میکنم از طریق پارلمان؟ بله بله، پارلمان یکانه مرجعی است که ما میتونیم سر همه چیز صحه بگذاریم، مخصوصا در مواردی که در قانون شما میدونم قانون مبارزه با فساد اداری، این قانون یک بخش عمده از این مورد در ماده 27 و ماده 25 مخصوصا که موارد اینا اشاره کردن که منصوبین عالی رتبه دولت و جنرالان و نمیفهم کسایی که در بستای عالی رتبه دولت قرار دارن و در ضمن مثلا منصوبین سر محکمه و موارد را که اینا اشاره کردن که اونا را ازشان حذف کردن، مثلا در مواردی که اگر اونا مرتکب جرایم شود کیو یارا بررسی کنه، مثلا کدام مرجع مثلا اینا را مورد پیگرد قرار بده، محاکم اختصاصی در موارد خاصی است. فقط راه حلش هم است که ما همیشه امیر گفتیم که رئیس جمهور از صدور فرمان تقنینی در نافذ ساختن قوانین باید جلوگیری کنه. به هر حال ما به عنوان یک نهاد مدنی، یک نهاد قانونگذاری، نهاد حقوقی هستیم که رئیس جمهور در 92 فرمانی که در تای 92 فرمان تقنینی 92 قانون بدون از اینکه تای مراحل قانونی خود است پارلمان در این مدت زمان عمر حکومت وحدت ملی 92 قانون بله و ما در پهلوی نگرانی خود این موضوع رو گفتیم که در همین 92 قوانینی که تای فرمان تقنینی نافذ شده حکومت افغانستان 10 سال به عقب رفته، یعنی شما ببینید که یک قانون زمانی که حد اقل اما میاد قانونی هم 45 روز است که در پارلمان اگر مثلا سرش بحث صورت بگیره و تا که تصویب شود، شما اگر امی 45 روز ضرب 90 بسازین یا 92 بسازین، یعنی تقریبا 9.5 سال 10 سال بسازین. تشکر تشکر آقای غنی‌زاده. مورد را که آقای تیموری گفتن واقعا میپذیرین که با این اصلاحات و با این تغییرات سوء استفاده صورت گرفته از صلاحیت وظیفوی؟ ما به این هم میپذیرم، پیشتر خدمت عرض کردم که پیش ما هم مصوبه کابینه است، یک بخش از مصوبه کابینه را جناب تیموری صاحب نگفتن. کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث هم از جانبه تر متذکره که قانون مبارزه با فساد اداری است را در پرنسیب مورد تایید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا آن را با رعایت اینکه تداخل وظیفوی بین ادارات به وجود نیاید تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری با نظر داشته نظریات اصلاحی اعضای کابینه مورد بازنگری قرار داده و نهایی خوب حداقل موارد اصلاحی را گفتن چهار مورد بود، چهار مورد خو علایده است ولی یک بخش از او میگه که با نظر داشته نظریات اصلاحی اعضای کابینه وزارت عدلیه را صلاحیت داد تحت نظر معاون دوم که یک سلسله اصلاحات بیاره. ما پیشتر خدمت شما گفتم که هر لحظه که قانون مطالعه کنی ایجاب یک نظر یک اصلاحی را میکنم. این همیال با وجودی که امی قانون توشه شده در جریده رسمی نشر شده، انشالله که خدمت آجی صاحب مده اولوسی جرگه برو یک سلسله نظریات پیشنهادات به خاطر اصلاحش انوز هم مدارم که امراض اینا شریک بسازیم زمانی که مورد بحث قرار میگیره. ولی میایم در رابطه با فرمانهای تقنینی که رئیس جمهور مطابق یا حکومت مطابق ماده 79 قانون اساسی صلاحیت بر اجرا داده شده که در حالت تعطیلات شورای ملی بنابر ضرورت میتونه که فرامین تقنینی را ترتیب کنه و بعد از توشیه رئیس جمهور عایض حکم قانون میشه و در خلال 30 روز به ولسی جرگه یا به شورای محترم ملی ارائه شه، که ما همین کار حکومت همیشه در رابطه با فرمانهای تقنینی حداقل در قسمت فرمان تقنینی قانون مبارزه با فساد اداری همین تای مراحل صورت گرفته، این همین مراحل صورت گرفته که به تاریخ 11 میزان که هنوز یک ماه نشده از اجلاس شورای ملی، ما ایره به تاریخ در ظرف 20 چند روز به شورای محترم ملی بعد از توشیح ارائه کردیم.
اینه نه تنها قانون مبارزه با فساد اداری. در این دوره 22 سند ما فرمان تقنینی داشتیم. فرامین تقنینی که ان شاء الله فردا کنفرانس مطبوعاتیام داریم. در این رابطه یعنی آقای پژواک به 92 قانون اشاره کردن در عمر حکومت وحدت ملی. ما همین فرامین تقنینی رو به زمانش چون صلاحیت داده به حکومت قانون اساسی جناب پژواک است. با نظر داشت از او صلاحیت داره که در اون میاد زمانی به شورای محترم ملی راه کنه. شورای محترم ملی مطابق قانون اساسی صلاحیت داره که در این فرامین تقنینی تعدیل، ایزاد، لغو و اطارت کنه. تشکر آقای مشکل... قانون مبارزه با فساد اداری به پارلمان آمده و آیا بخشی از برنامه های پارلمان هم است؟ ما تاکید میخوایم یادآور شوم که در قانون اساسی افغانستان آمده موضوع ضرورت یا استجالت موضوع را استثناء قرار داده. بهتر است فکر میکنم به خاطر حرمت گذاشتن به احکام قانون اساسی و حرمت گذاشتن به آرای مردم و نظارت بهتر از حسن تطبیق احکام قانون اساسی افغانستان که از جمله صلاحیت های بسیار عمده و اساسی ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان هست. اگر مواردی ضرورت احساس میشن که باید قانون برش ساخته شوه، خلای قانونی وجود داره، به عنوان طرح از جانب حکومت اگر به پارلمان افغانستان پیشکش شوه، هم احترام گذاشتن به احکام قانون اساسی است و هم جامعیت و مانیت قضیه در تصویب قوانین بیشتر لحاظ خواهد شد، چون اونجا افکار بیشتر پیرامون یک ماده بحثی جدیتر رو میکنه. خب در این مورد گفتن در 11 میلیون فرستاده شده به پارلمان. آقای جمادی من عرض میکنم متاسفانه که پیشتر عرض کردم روحی حکومت ها این گونه است. حکومت ها یعنی یک نهاد تمامیت خواست، اونا کوشش میکنه که بالا دستش کسی دیگه نباشه که اونا مهار کنه. این طبیعت حکومت است. حکومت افغانستان هر حکومتی را که شما ببینید، اما کسی که صلاحیت اجرایی پیدا بکنه او میخواد که هیچ مانعی دمیرش نباشه. متاسفانه که افغانستان هم خالی از امر نبوده و نیست. یعنی بسیار فرامین تقنید صادر کردن، موارد ضرورت شاید ممکنه به اون اندازه که صادر شده نبوده، اما میشد که به پارلمان. ولی متاسفانه که حالی قضیه اتفاق افتاده. طبعا جناب آقای غنی‌زاده صاحب گفتن که فرامین تقنینی حکومت بعد از ختم رخصتی ها را روان میکنه به پارلمان. باز مشکلاتی که در داخل پارلمان هم هست که وام جای بحث خودت داره. معمولا قوانین بعضی وقتا دیرتر میمونه تا او فرامین تقنینی تبدیل شده به قانون که مشکلات وجود داره. اما نکته اساسی دیگه در کجاست؟ نکته اساسی دیگه ایستن که امی فرمانی را که اینا آماده کرده بودند، یعنی انستیتوت قانونگذاری وزارت محترم عدلیه در مشوره با نهادهایی که اینا دعوت داده بودند، این را بردن به جلسه کابینه. جلسه کابینه اگر این را در پرانسیب تایید کردن، بعد باز به خاطر لحاظ اصلاحاتی را به وزارت محترم عدلیه سپردن و تحت ریاست معاونت محترم ریاست جمهوری این را مجدداً بازنگری بکنن و بعد از بازنگری باز مگه با کابینه رفته باشن، خب ای شاید ممکنه مشکلش یک مقدار کمتر شه، یعنی گزارشی بعدی را خب قبل از توشی باید بتن. اگر نرفته من نمیفهم که ای را دیگه وزارت محترم عدلیه میتونه پاسخ بتن، ای را وزارت محترم عدلیه میتونه پاسخ بتن. خب ولی ما تاکیدیم، ما تاکیدیم این حیث یک کسی که 13 سال بگذارن که آقای غنی‌زاده امیر پاسخ بتن. بعد ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در پرنسپ تایید کرد، صلاحیت داد به می وزارت عدلیه و تحت نظر معاون سب دوم صلاحیت ها را مشخص کرده به چهار مورد و اوج. باز خدمت شما پیشتر خواندم خود یا متن مصوبه است، اون متنی که شما میگین او چیزی است که در وبسایت نشر شده، این مورد تاپ شده خود دارالانشای کابینه است. اینم یا مورد تاپ شده تا به امضای رئیس به جمهور آمده برای ما. ما مورد داریم صلاحیت یعنی فکر میکنید در همین هم تحریف صورت گرفته؟ یعنی این مورد کابینه است. این حال ما این خدمت شما این بخش خواندیم که کابینه جمهوری در پرنسپ و صلاحیت ها مشخص مورد... شده برشان. چرا بر علاوه ازی اگر قرار می بود که تنها می گفتن که شما در پرنسپ هست، هر داره که دل شما می خواهی چهار مورد در اشاره نمی کردن و روی پرنسپ ما به جریان هستین. پرنسپ که هست
که اگر تایید میشه، اگر چه خود همین قانونی نیست که پرنسیپ تایید شده، یعنی چی؟ ده قانون ما نداریم همین موضوع را، اما روی قانون گذاری هست. روی قانون گذاری را هم جناب استاد دانش در جلسه ما خودم بودم گفتن ده پرنسیپ که تایید شد به این معنا هست هر آن چه که در کابینه در موردش بحث شده بود او برای ما قابل بحث است، چیزی که در کابینه بحث نشده او تایید است. وقت ما را فکر کنم که دوستای دیگه ما گرفت، ما وقت خدا باید ما بگیرم بفرمایید. من جواب ارائه کنم. موضوع که در پرنسیپ مورد تصویب قرار گرفت، گفتیم صلاحیت به وزارت عدلیه، تحت نظر منصب دوم اصلاحات، این وزارت عدلیه اصلاحات یک سلسله آورد، به او اساس پس ایجاب نمیگه یک میاد زمانی تکمیل میشه. تاریخ 14 سنبله، در تاریخ 12 سنبله جلسه کابینه دایر شده بود و به 14 توشیه شد به اساس فرمان. به او اساس دیگه میاد زمانی نبود و ضرورت فرمان تقنینی هم خدمت شما باید بگویم که یکی از تعهدات دولت افغانستان در برابر جامعه بین المللی و همچنان میثاق مبارزه با فساد اداری را که گفتن ما باید رعایت کنیم میثاق و یک اداره یا یک تشکیل را ایجاد کنیم. و تشویش تیموری صاحب که هست، هدف ایست که چرا اعضای کمیته گزینش که متشکل از جامعه مدنی بود این حذف شده. حقوقدان هستند، ژورنالیست هستند، ما میگیم که مشکل وجود نداره. اگر اینمی کمیته گزینش دولتی هم از قانون حکم کرده، جلسات کمیته گزینش علنی دایر میشه، نظارت جامعه مدنی بلایش وجود داره، هین بررسی در خواستای اشخاص این موارد اگر وجود داره، چرا در قانون ذکر نشده که حداقل یک الزامیت وجود داشته باشه که همی نهادها هم حضور داشته باشه؟ تجربه که یک دفعه در قانونگذاری ما دیدیم خود ما موافق نیستیم، وقتی که ما نماینده منتخب جامعه مدنی میگیم یا از یک بخش مربوط میگیم، کاش که در یک راستا یک نهاد میبود. چندین نهاد در رابطه مصروف هستن، ناگزیر هستن که نماینده منتخب معرفی کنم. ما خدمت شما عرض میکنم که ما صحبت های وقت مرا دو تا دوست ما گرفت، ما صحبت های قبل خود جنبندی میخوایم بکنم. حالا خب فعلا طی فرمان تقنی یک کمیسیونی را رئیس جمهور افغانستان ایجاد کرده و برش قانون هم نافذ ساخته. جای بحثی بیشتر، جای وارد شدنی به این فرمان تقنی با ارائه مشوره های نیک و سالم و جامع و مانی از طرف همه نهادها در پارلمان افغانستان باز است. حالا خب ایتای یک فرمان نافذ است دیگه، مجددن مگر اینی که خود حکومت در رخصتی های پیش روی زمستانی پارلمان افغانستان، اگر پارلمان موافق نشد پیش از او سر از این موضوع بررسی بکنن مواردی را، اگر لازم ببینه، اگر لازم ببینه که با عنوان تعدیل پس دوباره نافذ بسازه، او امکانات موجود است. اما ما میخواییم مشوری ما من باب یک کسی که سابقه 13 سال وکالت دارم و تحصیلاتم در بخش مسائل حقوقی است و هم دانش داریم و هم تجربه شه، این است که نهادهای جامعه مدنی یا دیدبان شفافیت یا هر حقوقدانا یا اعضای کابینه حکومت افغانستان یا همه اقشار جامعه اگر میخواه در این فرمان یک سری مواردی را مجدداً اضافه بکنن، مواردی را کم بسازن و جابجایی صورت بگیره، اینا فعلا زمینش مساعد است. نظرات خود با کمیسیون زیربط که کمیسیون عدلی و قضایی خواهد بود، چون سر از قانون امینا بحث میکنه که ما متقار عضویتش داریم، ارائه بکنن. زمانی که بحث سر از فرمان تقنی شروع میشن، ما با گرفتن نظرات مشورتی دوستا در غنامندی این فرمان کارهای جدیدتر انجام بدیم و بعد با عنوان نظرات مشورتی کمیسیون اونا را من حیث طرحهای پیشنهادی ایزادی یا حذفی با کمیسیون های عبدگانی دیگه ولسی جرگه روان بکنیم، نظرات از اونا رو بگیریم. خدا بخواه انشاءالله این فرمان با جامعیت بتانه به تصویب برسن و بعد از او به تصویب مشران جرگه و توشیر جمهور انشاءالله ای در خود پیدا بکنن و ای تبدیل شد به قانون. کاملا دست پارلمان است، نگرانی هایی که جامعه مدنی دارد، دیدبان شفافیت دارد و قدانا دارد، همه ای دوستای ما که دارن این نگرانی ها میتونه با ارائه مشوره به پارلمان افغانستان مرفوع شوند. و یک نکته آخری میست، ما استقبال میکنیم، ما استقبال میکنیم از هر حرکتی که بتونه جلوی فساد بگیره، ولی اگر احترام به قانون گذاشته شود بهتر هست.
چون افغانستان واقعا امروز لکه بدنامی پدیده فساد به دامنش نمایان است، همه من حیث شهروند، من حیث مسئولین دولت، من حیث اعضای قوی سلاسه، من حیث نهادهای جامعه مدنی، من حیث هر مجموعه تلاش بکنیم که با این پدیده مبارزه صورت بگیره تا انشاءالله نام افغانستان دیگه به بدی گرفته شد. تشکر آقای تیموری، شما هم دنبال خواد کردین از طریق پارلمان به خاطر تعدیل قانون؟ یقینا من تشکر میکنم از جناب عبدالصیب، حتما خدمتشان میرسین و او یک فرصتی است که برای ما بریم تا این قانون رو با اساس معیارهایی که جناب وکیل صیب گفتن میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری هست بر اساس از او تنظیم بکنین. اما بر علاوه از اینکه ما انشالله کار تعدیل از این قانون رو دنبال میکنین و همچنان در پی از این هستین که کسایی که میآیند کار 3 سال کمیته تکنیکی رو در خود وزارت عدلیه زیر سوال میبرن، تصویب کابینه را رعایت نمیکنن، احترام به قانون گذاری نمیکنن، به او را ما انشالله تعقیب میکنیم تا این که برای یک فرد مشخص شود که تشکر. اگر شما داخل ریاست جمهوری نشسته هستین نمیتونین همه دولت و ملت را دور بزنین و سلیقه شخصی خود داخل تشکر. سپاسگزار هستم مهمانان گرامی از حضورتان و همچنان بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده دیدگاه بودین. تا برنامه بعد، الله نگهدار.